سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا امروز اولین روز مدرسه‌مون بود، حضوری رفتیم و خیلی حس و حال عجیبی داشت، چون که یه ذره استرس داشتم دیگه، چون معلم زیستمون خواست ازمون بپرسه و فکرشو بکن که 2 سال تموم به صورت آنلاین کتاب همراهت بوده، اوپن بوک بوده همه چی، حالا یه دفعه بخوای بری مدرسه و معلم میخواد ازت درس بپرسه و اینا، کلا یه حس و حال عجیب غریبی داشتش و من اینطوری بودم که خدای نکنه مثلا خوب نتونم جواب بدم و از این مباحث که خیلی خوب نفهمیدم بخواد بپرسه، که نه اوکی بود. همه یه موفقیت مومیز بود و اینکه کلاسمونم خیلی دوست داشتم و همینطور بچه همون، چون من از سال 11 هم کلا مدرسه هم عوض کردم که کلاس ها آنلاین شد و اینا، و دیگه اینکه مدرسه همونم خیلی خوشگل بودش و جالبی که مدرسه همون داره اینه که کلاس همون تختاش گرچی و خیلی نوستالژیک و باحاله و دیگه هوا هم که امروز ابریه کلن و یه نم نم بارون خیلی لذت بخش صبح میومد، اصلا نگم براتون خیلی دلپذیر بود، بعد هم اصلا دوست نداشت بره توی کلاس، ولی خب دیگه بعد میرفتی. خیلی درکور گفتم که به شما هم بگم خیلی امروز هم روز باحالی بود و خودم که دوستش داشتم. آره خب، فکر نمی کردم واقعا 3-4 ساعت توی مدرسه بودن اینقدر خستم بکنه که وقتی میان خونه 2-3 ساعت خوابم ببره. دیگه خواب پاییزی هم میدونین چجوری، آدم که میخوابه دیگه بیدار میشه نمیدونه سحره، غروب، اصلا کلن یه احساس گیجه عجیبی آدم دست میده دیگه، حتما همه تون تجربه کردید. بچه یه توصیه‌ای که بهتون دارم واسه این که الان نمیدونم کلاساتون حضوری شده یا نه، اینه که به جای ماسک پزشکی‌ها ماسک سه‌بعدی بزنیم. من به شخصه اینطوری بودم، از اون ماسک پزشکی‌ها که می‌زدم حرف می‌زدم این همین من تو چشم و خیلی اذیتم می‌کرد، ولی امروز ماسک سه‌بعدی زدن خیلی راحت بود، خیلی باحال بود و اینکه توی صحبت کردن و اینا هم خیلی خوبه و اصلا این زمان صبح تا ظهری که مدرسه بودم و کل روزی ماسک رو صورتم بود نه جا انداخت نمیرفت تو چشم، اصلا خیلی اوکی بود. بهتون پیشنهاد میکنم حتما استفاده بکنین. و اینکه دیگه از تجربیات امروزم بخوام براتون بگم، هیچی، درکار خوب بود بچه ها. وقتی میرین مدرسه، اگه مدرسه‌تون هم جدیده، گارد نگیرین جلوی بچه های دیگه، یکم باز بذارین به قول معروف دست و بالتون رو، یعنی میدونین چی میگم، که مثلا بقیه فکر نکنم وای چه خودشون میگیره و اینا، بذارین بقیه بتونن بیان سمتتون یا خودتون برین سمت بچه ها و اینکه خجالت نکشین، اونا با آغوش باز شما رو میپذیرن. دیگه براتون بگم و بچه ها، یه چیزی که من اخیراً دارم با نجوم و اینکه سیاره های مختلف چه تأثیری روی روزهای ما میذارن تحقیق نمی کنم، در واقع میبینم ویدئویی که مربوط به این چیزا باشه میبینم و اینا، یه چیزی متوجه شدم. شنیدی همه ما میگیم آقا مثلا میخوام رژیم بگیرم از شنبه شروع میکنم، میخوام ورزش بکنم از شنبه میرم باشگاه اسم مینویسم، همه کارمون رو کلا میگیم از شنبه. حالا میخواستم اینو بگم که توی هر روز هفته یک سری از سیاره ها روی اون روز تاثیر میذارن. مثلا توی روز شنبه سیاره‌ای که تاثیر میذاره سیاره زحله، که سیاره نحس مثلا به حساب میاد. نبینین چه چهره فریبنده‌ای داره اون حلقه دورش و اینا رو، ولی تأثیری که روی روز شنبه میذاره یه جوری نحس داره و اتفاقا توصیه میشه که مثلا توی روز شنبه اتفاقا بیشتر به مراقبه بپردازین، بیشتر مثلا به جسمتون بپردازین، مثلا ماسک بذارین، کارهای بهداشتی آرایشی انجام بدین، چون آدم کلن یه حس کسلطوری کلن بهش دست میده و برای همین ما بیشتر فعالیت همون رو که میخواییم از شنبه شروع کنیم اتفاقا نمی کنیم و به شکست میخوره و میگیم از فردا. ولی اگر که شما مثلا روز شنبه به دنیا اومدین، اتفاقا اون روز مبارکی برای شماست، ولی مثلا خب من شنبه دنیا نیومدم. آره میخواستم اینو بهتون بگم که بچه ها برای روز شنبهتون درس زیاد نچینین، سعی کنین بیشتر مثلا به جای اینکه جمعه بخواین بیشتر استراحت بکنین، اتفاقا شنبه رو بیشتر به استراحت و بهداشت و حمام و این چیزا بپردازین. و اینکه یک شنبه به شدت روز عالیه
و منو ببخشین که دیگه ویدیو نمیذارم، یعنی نذاشتم چون قبل یک شنبه و پنج شنبه ویدیو رو بذاریم، چون واقعا نرسیدم ویدیو بگیرم. در کل اینم بگم که بهترین روز برای مطالعه روز چهارشنبه است که سیاره ای که برای اون روز هست اوتارو تلفظ درستشه، اوتاروده، که خیلی توصیه میشه برای مطالعه. و من اگه بتونم حتما سعی میکنم چهارشنبه ویدیو بذارم. وای آقا از یه کولر شنیدم صدای بارون میاد، شک کردم اومدم که بارون میاد، داره بارون میاد. وای خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. اصلا امروز خیلی روز با برکتی، خیلی روز خوبیه. یکم شما هم بزنم گوش بیرین، خیلی لذت بخشید. قبول داریم زیباترین و آرامش بخشترین موسیقی دنیا صدای بارونه، اونم طبیعی شا، نه اینه که با افکت و کامپیوتر درست میشه. ای قبول دارید کامنت ها بهم بگید.